در شروع فصل سردی و کوههای پربرف بامیان، ورزشکاران اسکی اینجا در میدان اسکی شهید وحدت ملی با هم به رقابت پرداختند. این رقابت ها با حضور 60 ورزشکار زیر نام جام صلح و دوستی از سوی باشگاه ورزشی عقاب و آمریت ورزشی ولایت بامیان برگزار شد. تحت عنوان جام صلح و دوستی و بامیان امن و آرزوس ما این مسابقه امروز برگزار کردیم که تعداد 61 نفر در مجموع اشتراک داشتیم. رقابت ها در 3 بخش یعنی دختران، نوجوانان و جوانان را اندازه شده بود که در بخش دختران زهرا، سحر و سومن هر کدام به مقام های اول الی سوم دست یافتند و در بخش نوجوانان محمد امین، یحیی و مرتضی و در بخش جوانان مشتبه، محسن و ستار به ترتیب مقام های اول و سوم را کسب کردند. ورزش اسکی از سال 2008 به این طرف به صورت رسمی در این ولایت ترویج یافته است و همه ساله علاقمندی جوانان بیشتر به این ورزش می شود. اما این ورزشکاران می گوید تا حال میدان اسکی استاندارد در این ولایت وجود ندارد. به نظر ما باید یک ورزشکار حضور دختران، حضور بانوان در قسمت ورزش خیلی عالی بوده، ولی امکانات حمایت زیاد نشده و ما امیدوار هستم که در آینده حمایت بشن تا بیشتر و بیشتر پیشرفت بکنن. اگر اینجا بامیان میدان استاندارد و لیفت داشته باشه، بسیار جوان و علاقمند زیاد اسکی داره و میتونه سطح اسکی افغانستان و بامیان زیاد رشد بده. مثلا در بخش آموزش تربیت بدنی ولایت بامیان میگوید که بامیان با داشتن کوههای مرتفع و برفگیر جای مناسب برای برگزاری این چنین مسابقات در سطح کشور است، اما ورزشکاران با کمبود امکانات ورزشی روبرو است. ورزش‌های زمستانی در کل بگم در بامیان زیادتر پیشرفت داره. به دلیل از اینکه بامیان امکانی از این هست، یعنی میدان‌هایش وجود داره، ولی امکانات ورزش تقریبا بگم کم است، چون فدراسیون‌های ملی حمایت 100% نمی‌کنند. در همین حال هر ساله در این ولایت ورزش‌های زمستانی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی در دامنه کوههای پربرف بامیان برگزار می شود. علی سامی، تلویزیون بامیان.